به نام خدا، با آموزش سیستم تولید کانبان در خدمتتون هستم. درس اول، معرفی کانبان و اصول پیاده سازی کانبان. کانبان چیست؟ سیستم کانبان در هر فرایند کمیت تولید را مشخص می سازد. این موضوع را سیستم عصبی تولید ناب می نامیم، زیرا این روش همانطور که سیستم عصبی بدن ما را مدیریت می کند، فرایند گردش موجودی و اطلاعات در مراحل تولید را نیز اداره خواهد کرد. از فواید اول پیاده سازی سیستم کانبان می توان به کاهش تولید مازاد اشاره کرد و هدف اصلی یک سیستم کانبان را می توان تولید سفارش در زمان و مقدار سفارش داده شده از طرف مشتری دانست. به طور مختصر، واژه کانبان از یک لغت ژاپنی گرفته شده که برگردان فارسی آن معادل کارت یا کارت علامت می باشد. اصولا کانبان سفارش کاری است که همراه مواد حرکت می کند. هر کارت یا کانبان معرف قطعه و یا مجموعه نیم مونتاژی است که نشان می‌دهد هر کدام از مواد در فرایند تولید از کجا آمده و به کجا خواهند رفت. با استفاده از روش سیستم کانبان می توان مانند یک سیستم اطلاعاتی عمل کرده و همه فرایندهای تولید محصول که سبب کسب ارزش از مراحل سفارش مشتری تا رسیدن محصول به دست مشتری می شود در نظر گرفت. در شکل مقابل یک نوع کارت کامان را مشاهده می‌کنید که به صورت پیش‌فرض از سه بخش تشکیل شده. بخش تامین کننده که اطلاعاتی درباره تامین کننده، شماره تامین کننده، آدرس ارسالی از تامین کننده. بخش میانی توضیحی درباره پالت یا بخشی که این محصول را دپو می‌کنیم و در قسمت سوم اطلاعاتی درباره مشتری یا فرایند پایین دستی که این محصول قراره در زیرمونتاژ یا مونتاژ نهایی مورد استفاده قرار بگیره. در اسلاید بعدی یک نوع کارت کانبان بومی سازی شده در فرآیند تولید قطعات خودرو رو مشاهده می‌کنیم که مجددا از سه بخش تشکیل شده: نام تامین کننده، زمان ارسال این سفارش به تامین کننده ها، شماره قفسه‌ای که برای دپو کردن این محصول استفاده می‌کنیم که سیم در عقب خودرو میباشه، و بخش سوم نام کارگاه یا فرآیند یا مرحله پایین دستی از تولید که از این قطعه قرار استفاده کنه. سیستم کششی و کاهش ضایعات. در سیستم کانبان فرایندهای بالادست فقط میزانی را تولید می‌کنند که برای جایگزینی مقادیری در فرایندهای پایین‌دست برداشته شده باشند. کارگران از یک فرایند به فرایند قبل باز می‌گردند تا قطعاتی را که نیاز دارند برداشت کنند. آنها این عمل را به تعداد و دفعاتی که این قطعات مورد نیاز هست باید انجام دهند. شروع سیستم برداشت از یک سیستم تولید کانبان با سفارش مشتری آغاز می‌شود. از این رو که هر مرحله به مرحله بالادستی سفارش خودش رو ارسال میکنه، میگیم یک سیستم کششی با تولید سر و کار داره و کانبان رو میتونیم یکی از اجزای اصلی سیستم تولید کششی بدانیم. سیستم کششی بر مبنای مفهوم سوپرمارکت ها استوار است. هر زمان که مشتریان محصولات یا اجناس را از قفسه ها برداشت میکنن، بلافاصله قفسه ها توسط تامین کننده ها یا کارگران موجود در خط تولید پر شده و جایگزینی قطعات اصلی را انجام می‌دهند. تولید ناب یا تولید به هنگام جریان تولید محصولات با حجم زیاد که بر برآورد مقادیر مورد انتظار فروش استوار است را معکوس می‌کند. هدف نهایی یک سیستم کششی تعداد کانبان صفر می‌باشد. کانبان صفر موجودی حین فرایند را حذف می‌کند. این امر ایده‌آل است که روح بهبود مستمر در یک سیستم تولید کششی را توسعه خواهد بخشید. در کارگاه‌های تولیدی یک سیستم کششی به نحوی انعطاف پذیر است که دقیقاً آنچه را مشتری سفارش می‌دهد بنابر نیاز و زمان مورد انتظار مشتری می‌توان تولید کرد. به همین جهت است که امکان حذف تولید مازاد در فرایند سیستم تولید کششی با وجود کانبان‌ها امکان پیاده‌سازی را خواهد داشت. همانطور که می‌دانیم، بحرانی‌ترین نوع اتلاف در فرایند تولید، تولید بیش از نیاز مشتری می باشد. در شکل مقابل فرایند گردش اطلاع در یک سیستم کششی رو مشاهده می کنیم. همانطور که مشاهده می کنید، اطلاعات از مشتری به مرحله مونتاژ نهایی توسط یک کانبان که من به این قطعه نیاز دارم ارسال شده، از مونتاژ نهایی به فرایندهای تولید که من نیاز به یک زیر مونتاژ دیگر دارم یا یک فرایند بالادست من باید کاری انجام بده تا من به محصول مونتاژ شده برسم ارسال شده، و از فرایند تولید به یک مرحله بالاتر و فرایند بالا دست خود که تأمین کننده می باشد این اطلاعات ارسال شده و گردش موجودی یا گردش کالا از تأمین کنندگان به سمت آخرین سطح فرایند تولید یا مشتری می باشد.
چه چیزی سیستم کانبان را موفق تر می سازد؟ کانبان زمانی که سازمان متعهد به یک سیستم کششی باشد و تا به حال هم از سیستم جریان تک قطعه‌ای برای تولید استفاده کرده باشد بیشترین استفاده را خواهد داشت. زمانی که این روش ها در حال اجرا باشند، کانبان همانند یک سیستم ارتباطی است که تمام سلول های تولید را یک پارچه کرده و کارکرد آنها را هماهنگ می کند. به کارگیری کانبان در بخش هایی از کارخانه که تلفیقی از سیستم های کششی یا فشاری هستند می تواند سبب بروز مشکل کند و ما توصیه می کنیم تا جای امکان از روش تولید کانبان در فرایندهای تولیدی استفاده شود که سیستم کششی دارند. اگر سازمان دارای نوسانات زیاد در تقاضا از سوی مشتریان باشد، به صورتی که نتواند مراحل هموارسازی تولید را پیاده سازی کند و نتواند تولید را در دسته های کوچک انجام دهد، به هیچ وجه کانبان برای بهبود همچین فرآیند تولیدی توصیه نخواهد شد. همچنان که تعداد کانبان ها در سیستم به تدریج کاهش می‌یابد، اولین مشکلی که با آن مواجه می‌شویم تغییر مستمر گلوگاه هاست. در این حالت روش های بهبود برای کاهش زمان تبدیلات را میبایست به کار گرفت، به نحوی که زمان های ممکن انجام کار مجدد محاسبه شوند. به همین دلیل توسط کانبان یک فرایند تولید ترکیبی و متنوع با حجم کم، همان دسته های کوچک، میتواند کنترل تولید را قانونمندتر انجام دهد. چنانچه روش های کاهش زمان تبدیلات برای از بین رفتن گلوگاه ها به هر دلیلی به کار گرفته نشود، آنگاه سازمان نمیتواند به موقع به تقاضای مشتریان پاسخ دهد و با وجود سیستم کانبان میتونیم به این مرحله برسیم که ما بلافاصله طبق تقاضای مشتری نیازش رو برآورد کنیم و این برآورد کردن تقاضای مشتری در زمان درست کلیدی ترین کاربرد کانبان در یک سیستم کششی است که گلوگاه ها در اون از بین رفته باشه. کانبان و MRP دو. همونطور که میدونید کتاب های زیادی درباره کانبان، MRP و حتی تلفیق این دو مفهوم با یکدیگر گرفته شده. اما اینو در نظر داشته باشیم که MRP یک سیستمیه که مبتنی بر تولیدات فشاری عمل میکنه تا تولیدات کششی. اما کانبان روحیه لازم و حرف ابتدایی برای رسیدن به تولید کششی خواهد بود. MRP 2 بیشتر به یک روش کامپیوتری برای پاسخ به نیازهای مشتری در زمان آینده اطلاق میشه، در صورتی که کانبان بیشتر هدفش برآورد نیاز مشتری درست در لحظه‌ای به هنگام میباشد. به عبارت دیگر این روش برای سیستم‌های فشاری طراحی شده. بعضی از شرکت‌ها ممکن است حرکت تدریجی به سمت کششی را از تلفیق MRP 2 یا MRP با کانبان انتخاب کنند. اعتقاد ما این است که سیستم کانبان در نابترین فرم خود مکانیزمی است برای بکارگیری صحیح تولید با روش کششی. همینطور که در این عکس ببینید، تولید مازاد و تولید به اندازه توان رو شما مشاهده میکنید. وقتی من تولید مازاد داشته باشم میتونم زمان رو از دست بدم، میتونم خلل ها و کیفیت رو از دست بدم، حجم موجودیم خیلی زیاد میشه، جابجایی میتونه برای من مشکل ساز بشه. اما در صورتی که من به اندازه توان، چه توان نیروی انسانیم، چه توان انبارم، چه توان خط تولید یا نهایتا همون ظرفیت اسمی خط تولیدم تولید رو انجام بدم، به هیچ وجه دچار اتلاف هایی که گفتیم نخواهیم شد. مزیت های وجود یک کانبان و یک سیستم کانبان چیست؟ تولید مازاد را حذف میکنم، یعنی اتلاف شماره یک در فرآیند تولید را از بین خواهد برد، چیزی که در شرکت‌های انبوه‌ساز ما به شدت با آن دچار مشکل هستیم. انعطاف پذیری در قبال تقاضای مشتری را افزایش می‌دهد، چون بنابر نیاز مشتری سیستم کامان شروع به برداشت قطعات از فرآیندهای بالا دست می‌کند. تولید انباشته و دسته‌های کوچک و متنوع را هماهنگ می‌سازد. فرآیند تأمین و تدارک را ساده‌تر می‌کند و تمامی فرآیندها را یکپارچه کرده و آنها را بنابر نیاز و تقاضای مشتری پیوند خواهد داد. کانبان به تولید کمک می کند تا یک، اطلاعات به محصول و یا قطعات مرتبط کند، به اطلاعات ساده و قابل مشاهده و کاملا در دست برسیم، به ساختارهای ساده و شفاف تولید دست پیدا بکنیم، موجودی های اضافی حین فرایند تولید را حذف کنیم، با دلیل اول اسلاید قبلی متفاوته، 5، ضایعات پنهان در فرایند را آشکار کنیم که قبلا اشاره کردیم. اگر ما به ایده آل ترین حالت کانبان که کانبان با موجودی صفر برسیم،
میتونیم ضایعات پنهانی که در فرایند تولید به وجود میاد رو پیدا کنیم. روش نقطه سفارش مجدد و کامبان. سیستم کامبان بر اساس سیستم مدیریت موجودی که به آن روش نقطه تجدید سفارش در سیستم‌های مرور دائم میگیم برمیگرده. سیستم مرور دائم یا روش نقطه تجدید سفارش یک روش آماری است که اجازه میدهد کارخانجات هر بار همان مقدار قطعات و محصولات قبلی رو که تولید میکردن یا سفارش دریافت میکردن رو دریافت کنه. وقتی موجودی به یک سطح خاص یا نقطه سفارش مجدد میرسد، سفارش جدیدی برای جایگزینی موجودی مصرف شده صادر خواهد شد و روش نقطه سفارش به سهولت میتواند به صورت اتوماتیک درآمده که این مورد هزینه های مدیریت موجودی یا به صورت فرمولی اگر بخوایم بیان بکنیم، هزینه هر بار سفارش دهی به شدت پایین آمده و این روش توجهی به تغییرات تقاضا به مرور زمان از سمت مشتری ها را نخواهد داشت. چرا؟ چون همواره ما در یک سطح پایینی از موجودی که رسیدیم سفارش مجدد را صادر میکنیم. در حقیقت این روش هر جا که نوسانات زیادی در تقاضا وجود داشته باشد اصلا روش مناسبی نخواهد بود. به جای آنکه سیستم کامبان اتلاف ها را با استفاده از هموار کردن تولید کاهش دهد، با وجود نقطه سفارش مجدد میتواند به تنوع و حجم تولید به حد متوسط رسید و نیاز به تولید را در دسته های بزرگتر برطرف کنیم. کامبان روشی برای کنترل بصری جهت استمرار سیستم حداقل موجودی است. هرچند سیستم کامبان جدای از روش نقطه تجدید سفارش رشد کرده باشد، ولی برخی از خصوصیاتش را سهیم است. کامبان نسبت به روش های قبلی یا روش های متفاوت تری از سفارش مجدد در نوع روش نقطه سفارش مجدد یا روش کیو ویلسون بسیار مناسبتر و پیشرفته تر عمل خواهد کرد. دستور کارهای تولید و کامبان. در این قسمت اشاره بر سیستم فشاری خواهیم داشت. سیستم تولید فشاری به سفارشات تولید بستگی داشته که بتواند نوع و مقدار تولید که باید در هر فرایند انجام شود را تعیین کند. معمولاً دستور کارهای تولید زمانی استفاده می شود که فرایند بالاتر است مشخص کند که چگونه و چه موقع کالا به سمت فرایندهای پایین دست باید حرکت کند و چگونه آنها در بین فرایندها کنترل شوند. دستور کارهای تولید بر اساس طرح‌های عملیات خاص فرایند به عنوان بخشی از برنامه تولید برای کارخانه توسعه خواهند یافت. بنابراین حتی اگر تولید دارای یک سری فرایند باشد، هر فرایند به صورت عمودی به برنامه تولید و نه به صورت افقی به سایر فرایندها ارتباط پیدا خواهد کرد. در سیستم کامبان، کامبان به عنوان سفارش تولید برای سیستم کششی عمل خواهد کرد. پس کاملا مشخص شد که ما نمیتونیم از یک سیستم کامبان در تولید فشاری استفاده کنیم. در سیستم کامبان، کامبان ها محصولات را دنبال می کنند و مشخص می کنند که چه چیزی باید از فرایندهای بالادست برداشته شود به فرایندهای پایین دست برسد. به محض اینکه یک مشتری محصولی را سفارش می دهد، سفارش کار به خط مونتاژ ارسال می شود که خط مونتاژ به نوبه خود قطعات را به خط تولید سفارش می دهد و خطوط تولیدی موادی را که نیاز دارد به تدارکات و یا سایر قسمت‌های فرایند تولید سفارش می‌دهد. همونطور که می‌بینید فرایند سیستم کششی کاملاً معکوس سیستم فشاری عمل می‌کنه. در صورتی که در جریان سیستم فشاری بخش تدارکات شروع به فرایند می‌کنه و به سمت فرایندهای پایین دست میاد و این روش از فروش به مونتاژ و به تدارکات می‌رسد. در مقایسه با این سیستم، سیستم فشاری به سمت فرایندهای پایین دست حرکت کرده و از برنامه ریزی و تدارکات به سمت مونتاژ و فروش حرکت می کنند. از آنجایی که فرایندهای پایین دستی یک سیستم فشار را به حرکت در می آورد، با سفارشات مشتری شروع می شود و باعث انعطاف پذیری زیاد در قبال تقاضا شده. در این صورت است که اتلاف ها در فرایند تولید زیرا بنابر نیاز مشتری می باشند به حد بسیار زیادی کاهش خواهند یافت. در شکل مقابل تفاوت دو سیستم فشاری و کششی رو مشاهده می‌کنیم. در سیستم فشاری جریان اطلاعات از برنامه ریزی تولید به مونتاژ به برنامه فرایند و برنامه تامین کنندگان میرسه
و گردش و جریان کالا از انبار مواد به موجودی در حین فرایند به انبار محصول و مشتریان خواهد رسید. اما در یک سیستم کششی که با وجود کامبان قرار حرکت بکنه، اطلاعات از مشتریان به کامبان محصولات، از محصولات به مونتاژ و از مونتاژ به قطعات و اون تأمین کننده مد نظر ما برمیگرده و فرایند جریان کالا و چرخش موجودی از فروشندگان به انبار مواد به فرایند تولید و از فرایند تولید به مونتاژ نهایی و مشتریان خواهد رسید. MRP 2 یک تکنیک منحصر به فرد کامپیوتری است و به طور گسترده در سیستم فشاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس اگر بخوایم یک قیاس انجام بدیم، در سیستم کششی ما با وجود کامبان شروع به حرکت می‌کنیم، اما در سیستم‌های فشاری با وجود MRP 2 می‌تونیم فرایند تولید فشاری رو جلو ببریم. در سیستم فشاری MRP 2 یک تکنیک منحصر به فرد کامپیوتری است و به طور گسترده در سیستم فشاری مورد استفاده قرار می گیرد و مفهومی را مورد استفاده قرار می دهد در فرآیند تولید که به آن سطل زمان می گوید. یک دوره زمانی از قبل تعیین شده برای تولید مجموعی از اقلام بر اساس داده های زمان انجام کار تهیه می شود. در سیستم کششی کامبان این زمان می تواند یک روز از تولید باشد، در صورتی که در فرایند تولید فشاری با وجود MRP 2 ما به حداقل یک هفته زمان برای برنامه ریزی تولید و تولید محصول نیاز داریم. MRP نیازمند یک برنامه جامع می باشد که باید به صورت دقیق حفظ و رعایت شود. به طور روزانه و هفتگی برنامه تولید و تولید واقعی را مقایسه کند و انحرافات را از طریق تغییرات در برنامه جامع اصلاح کند. علارغم اینکه سیستم کامبان یک برنامه جامع دارد، اما تولید را راه نمی اندازد، ولی می تواند عرصه را برای فرایند تولید مهیا سازد. از آنجایی که کامبان از مونتاژ نهایی به سمت عقب برمی گردد، صرفا خط مونتاژ نهایی نیاز است تغییرات را در ترتیب یا مقادیر خود بدارد. همچنان که کامبان به هر فرایند میرسد، تمامی فرایندهای کارخانه به طور خودکار به این تغییرات پاسخ خواهند داد. هرچند کامبان میتواند در سیستم فشاری و MRP به عنوان یک ابزار تقضیه کننده سطل زمان به کار گرفته شود، اما برای محصولاتی که به لحاظ دوره‌های کوتاه مدت تولید میشوند یا نوسانات شدیدی در تقاضای آنها وجود دارد، هموار کردن تولید با وجود کامبان امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین سیستم MRP برای این نوع فرایند تولید مناسب تر می باشد. در این قسمت مروری بر سیستم های فشاری در مقایسه با سیستم های کششی خواهیم داشت. در واقع سیستم فشاری بدون توجه به اینکه در فرایند پایین‌تر چه اتفاقی می افتد، در صدد برنامه تولید و تکمیل کردن برنامه تولید یک هفته ای می باشد. وجود ثبات و نداشتن انعطاف پذیری در سیستم سفارشی از نیاز به تأمین برنامه هفته آتی و تخمین سفارشات برای هفته بعد نشأت می‌گیرد و نیاز به تولید در دسته‌های بزرگ و سیکل‌های تولید طولانی مدت دارد. در صورتی که در سیستم‌های کششی همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، ما تولیدمون در دسته‌های کوچک و حتی یک روزه هم می‌تونه انجام بشه. همچنان که زمان تنظیم راه اندازی و حداقل موجودی در سیستم کششی کاهش می‌یابد، می‌توانیم نقطه سفارش هم پایین بیاریم و تولید را در دسته های کوچک و هموار با وجود سیستم کششی داشته باشیم. در این حالت است که سیستم کششی استقرار می‌یابد و اجازه می‌دهد که حد اکثر انعطاف پذیری در ارتباط با سفارش مشتری و نیازهای تولید پایین دست ایجاد شود. در سیستم تولید کششی فرایندهای پایین دست میزان تقاضای تولید فرایندهای بالا دست را قرار است تأمین کنند که در سیستم فشاری همچین اتفاقی نخواهد افتاد. در این تصویر شما تولید مازاد به علت اتلاف در حین فرایند تولید رو مشاهده می‌کنید که بین دو تا از دستگاه‌های فرایند تولید انباشت زیادی از موجودی‌ها رو ما مشاهده می‌کنیم، زیرا ماشین دوم یا فرایند پایین دست توانایی پذیرش همه این موجودی‌های حین تولید رو نداره که نشان دهنده یک سیستم فشاری می‌باشد. عملکرد کامبان به چگونه است؟ کامبان برای تولید بهنگام همانند یک سیستم عصبی است. درست همانطور که در یک شرایط خاص سیستم عصبی به مغز فرمان می‌دهد، کامبان هم به عنوان یک سیستم ارتباطی به فرایندهای تولید فرمان می‌دهد تا سبب تولید ناب شود. کامبان به فرآیندهای بالادست فرمان می‌دهد که چه زمانی به چه میزانی تولید کنند و آنها را آگاه می‌کند
که چه زمانی مشکلات و تغییرات اتفاق می افتد و آنها می توانند تولید را متوقف کنند. برداشتن و اطلاعات دستور کار. کامبان همانند دستور کار عمل می کنند. آنها ابزار خودکار جهتیابی هستند و کانبان ها دو نوع اطلاعات را برای مایع تولید کننده تأمین می کنند. یک، چه قطعات و یا محصولاتی استفاده شده اند و به چه مقدار مورد استفاده قرار گرفته اند. دو، قطعات و یا محصولات کجا و چگونه تولید شدند. کامبان عملیات استاندارد و ثابتی است که در هر زمان بر اساس شرایط موجود در کارگاه ها به کار گرفته می شود و سبب ارسال و مخابره اطلاعات می شود. آنها همچنین از کارهای کاغذبازی غیر ضروری در شروع عملیات تولید هم جلوگیری می کنند. ما با کامبان می تونیم به حذف اتلاف مازاد تولید برسیم، همونطوری که قبلا اشاره کردیم. از آنجایی که تولید فقط زمانی انجام می شود که فرایند پایین دست علامتی به فرایند بالا دست بدهد، پس موجودی حین فرایند و میزان حمل و نقل در فرایندهای مختلف در حد اقل ممکن نگه داشته می شود، پس تولید اضافی رخ نخواهد داد. با کامبان می توانیم بهبود و توانمند کردن کارخانه ها رو داشته باشیم. کامبان ها به کالاهایی معرفانه است متصل می ماند و در نتیجه به عنوان یک ابزار کنترل بصری باعث کنترل فرایند تولید و محصول نهایی می شود. کامبان ابزاری برای کنترل بصری است. از آنجایی که کامبان تا زمانی که محصول تکمیل می شود با محصول باقی می ماند و آنها به مثابه شاخصهای بصری که اولویت تولید و چگونگی تکمیل را مشخص می کنند عمل می کنند. از آنجایی که کامبان ها تولید را راه می اندازند، خودشان شاخصهای بصری قدرتمندی هستند که تعیین می کند چه زمان هر فرایند باید بیشتر تولید کند و چه زمان باید تولید را متوقف سازیم. کامبان را می توان به عنوان ابزاری برای تشویق و ترغیب فعالیت های بهبود بخش دانست. موجودی مشکلات را پنهان می کند. کامبان زیاد و بیش از اندازه معرف موجودی زیاد حین فرایند خواهند بود. قبلا هم اشاره کردیم که ما هدفمون به حد اقل رسیدن کامبان ها و کامبان صفر می باشد. ما از طریق کاهش تعداد کامبان ها می توانیم مناطق مشکلدار تولید را به نحوی که بتوان آنها را بهبود بخشید آشکار کنیم. به این ترتیب کامبان روشی ارزشمند برای کاهش اتلاف ها می باشد و به طور مستمر سیستم تولید را بهبود خواهد بخشید. ما برای پیاده سازی کامبان یک سری قوانین داریم که به 6 قانون معروف کامبان شناخته میشن. قانون شماره 1، فرایندهای پایین دست اقلامی را از فرایندهای بالا دست میبرند. قانون شماره 2، فرایندهای بالا دستی تنها آنچه که برداشته شده است را تولید میکنند. قانون شماره 3، صرفاً محصولات بدون نقص را ما به مراحل بعدی ارسال میکنیم. پس محصولات دارای عیب به مرحله بعدی از فرایند تولید به هیچ وجه نخواهند، زیرا این کارت علامت یا کامبان همراه کالا که دارای یک وجهه کنترل بصری است باعث کنترل کیفیت محصولم خواهد شد. قانون شماره 4، تولید را هموار می کند. قبلا هم اشاره کردیم چرا تولید هموار می شود. چون می تواند در دسته های کوچک و طی زمان های کوتاه تولید رو انجام بده و همچنین منعطف باشه. قانون شماره 5، کامبان ها همیشه قطعات خود را همراهی می کنند، پس ما هیچ وقت قطعه ای را در فرایند تولید کششی بدون کامبان نخواهیم یافت. قانون شماره 6، تعداد کامبان ها به تدریج و در طول زمان باید کاهش یابد تا به هدف ایدئال کامبان برسیم. در این قسمت شرحی مختصر از هر یک از قوانین رو خواهیم داشت. در قانون شماره 1، همانطور که از تعریف مشخص بود، فرایند پایین دستی اقلام را از فرایند بالا دستی برمی‌دارد. این قانون ایده تأمین کردن را به برداشتن و بیرون کشیدن تأمین می کند. این قانون همچنین مشکل تلمبار شدن در حین فرآیند تولید را نیز حل خواهد کرد. از دیگر توضیحات قانون شماره 1 می توان به این اقدامات اشاره کرد. تنها اقلامی را که کامبان مشخص می کند ما می تونیم برداشت کنیم. کامبان همواره باید یکی از اقلام را همراهی کند، پس ما کامبان تنها یا کالای بدون کامبان در فرآیند تولید نخواهیم داشت. از یک فرایند به فرایند پیشین می رویم تا اقلام مورد نیاز رو برداشت کنیم، پس ما فقط می تونیم یک گام به عقب‌تر از مرحله که در آن حضور داریم برگردیم. این قانون اطمینان می دهد که صرفاً چیزی که فروخته شده است تولید می شود
این قانون صرفا قانون اولیه کانبان نیست، بلکه یک عامل مهم در تولید ناب شناخته می شود. قانون شماره 2، فرایندهای بالادست تنها آنچه که برداشته شده است را تولید می کنند. تنها مقدار دقیق برداشته شده توسط فرآیند بعدی تولید می شود. این موضوع باعث می شود که از تولید مازاد تحت فشار قرار گرفتن فرآیند تولید جلوگیری کنیم. موجودی حین تولید را به حداقل برسانیم که کمبودی در فرآیند سیستم ما هم به وجود نیاید. بیشتر از تعداد کانبانی که دریافت می کنید ما اجازه تولید نخواهیم داشت. به ترتیبی که کانبان ها را دریافت می کنیم باید تولید یا زیرمونتاژ های نهایی را تولید کنیم. قانون شماره 3 که مربوط به کیفیت می باشد. صرفاً محصولات 100% بدون نقص را به مرحله بعدی ارسال کنیم. کیفیت در هر مرحله ساخته می شود. یکی از شعارهای شرکت تویوتا است. این موضوع آنقدر مهم است که بعضی آن را اولین قانون کانبان نیز می دانند. همانند قانون شماره 1، این قانون یک مشخصه تعریف شده تولید ناب یا تولید به هنگام خواهد بود. هر فرایند نقصهای خود را نمایان می کند. پس ماشین ها باید بتوانند وقتی اشکالی پیش می آید تا رفع مشکل متوقف شوند و کارگران باید بتوانند در هنگام بروز مشکل کار را متوقف کنند. چنانچه محصولات ناقص تا فرایند بعدی کشف نشود آنها را از فرآیند تولید بیرون می کشیم ولی کانبان را دچار تعدیل نخواهیم کرد. در این صورت درخواست می شود که به همان تعداد اقلام ناقص در دسته یا گروه های بعدی توسط کانبان های مورد نیاز جایگزین شوند. در قانون شماره 4 مفهوم هموارسازی تولید را خواهیم داشت. تولید هموار انحراف تولید را در جریان فرایندهای مختلف کاهش می دهد و کمک می کند تا بتوان تولید با ثبات و روان در دسته های کوچک داشته باشیم و چگونگی کار در مرحله بعدی را تشریح کند. تولید هموار راهی است که تمامی فرایندها با تجهیزات و کارگران آماده در همان زمان و همان مقدار مورد نیاز سفارش مشتری بدون تحمل حجم تولید زیاد و انباشت بیش از حد موجودی به فرآیند تولید نهایی برسیم. این قانون اجازه می‌دهد که ما خودمان را فقط با نوسانات کوچک در تقاضای مشتری هماهنگ کنیم. پس با وجود نوسانات زیاد در تقاضای مشتری ما نمی‌توانیم از یک کانبان در فرآیند تولید استفاده کنیم. قانون شماره 5، کانبان ها همیشه قطعات خود را همراهی می کنند. پس کانبان ها برچسب هایی هستند که نیاز به قطعات را مشخص می کنند و همچنین باعث کنترل بصری برای واحد های تضمین کیفیت می شوند. این موضوع را تحت قانون شماره 1 هم فهرست کرده، اما بسیاری این موضوع را خود یک قانون جدا می دانند. زیرا چنانچه کانبان از قطعات جدا شود سیستم بدون کانبان نمی تواند عمل کند. قانون شماره 6، تعداد کانبان ها را انقدر کاهش می دهیم تا نیاز به بهبود ها یا اتلاف های موجود در سیستم را کشف کنیم. چه اتلاف هایی مد نظر است؟ اشکالاتی که باعث توقف خط تولید می گردند. اقلام گم شده و دیگر مشکلات زمانی آشکار خواهند شد که شما به تدریج کانبان ها را کاهش دهید که در جریان فرایند تولید این تعداد کانبان ها به مرور باید کم بشن. از طریق کاهش مقدار ذخیره احتیاطی در سیستم موجودی و تولیدمون کانبان به طور مؤثر و از این طریق ممکن نیست بهبود را در فعالیت ها مورد استفاده قرار بدیم، زیرا مدام با کنترل بصری کانبان ها درگیر هستیم. در اینجا یک بار دیگر ما باید اشاره کنیم که کانبان یکی از ابعاد حیاتی تولید ناب یا تولید به هنگام می باشد. در این قسمت به انواع کانبان اشاره خواهیم کرد. کانبان ها به دو دسته کلی کانبان حمل و کانبان تولید تقسیم بندی می شود. کانبان حمل هنگامی به کار برده می شود که قطعات متعدد به خط تولید منتقل می شود و به دو دسته کانبان های تأمین کننده یا سفارش قطعات و یا کانبان های برگشتی یا درون کارخانه تقسیم می شود. کانبان تولید برای مشخص کردن دستورالعمل‌های عملیات در فرایندهای خاص به کار می‌رود که به دو دسته کانبان سفارش تولید و کانبان سیگنال تقسیم می‌شود. در اسلاید‌های بعدی توضیحات بیشتری درباره هر کدام از این 4 دسته کانبان خواهیم داد. انواع کانبان. کانبان نامی است که به کارت‌های سفارش تولید در سیستم‌های کششی داده می‌شود. از آنجایی که لغت ژاپنی کانبان به معنی کارت یا علامت می‌باشد، حتی معنی تابلو هم خواهد داد، ممکن است به نظر برسد که این لغت به نمایش و شاخصهای بصری که در
نظام آراستگی اداری 5S جهت آدرسدهی ابزار و قطعات ایجاد شده مرتبط باشد، اما اینطور نیست. کامان به تنها یک مفهوم است و علائمی است که به موجودی های حین فرایند تولید الساق می شود و سفارشات تولید را مشخص می کند. کامان های حمل اولین و عمده ترین و شناخته شده ترین و اساس ترین کامان ها را کامان های حمل می نامیم که مشخص می کند چه موقع باید قطعات مختلف خط تولید یا قطعات حین فرایند در خط تولید منتاج انتقال یابند. این کامبان ها علاوه بر مشخص کردن قطعه و مقدار کامبان هم شده مشخص می کنند این قطعات از کجا آمده و به کجا می روند که به دو دسته کامبان های تأمین کننده و کامبان های برگشتی تقسیم می شن. در شکل مقابل شما یک کامبان حمل رو می بینید که با دو کلمه از و به مشخص شده که این کالا از چه تأمین کننده ای و کجا ارسال شده به چه محلی یا فرایند تولید پایین دستی خواهد رفت. شماره قطعه یا توضیحی درباره قطعه رو می بینید. نوع کانتینر ذخیره سازیش، ظرفیت کانتینری که این کامبان در آن موجود بوده و شماره کامبان ها رو میبینیم. در واقع مشخص میکنه که بین این دو فرایند از و به سه کامبان وجود داره و این کارت کامبان دومین کارت کامبان از این سه کارت میباشه. کامبان های تامین کننده و سفارش دهنده قطعات توضیحش رو میخوایم بیان بکنیم. کامبان هایی هستند که برای قطعاتی که در خط مونتاژ مورد نیاز است به تأمین کننده خارجی سفارش داده می شوند. چنانچه سیستم کامبان به شبکه تأمین کنندگان تسری یابد، تأمین کننده همزمان با دریافت کامبان از کارخانه بلافاصله به تقاضای مورد نیاز پاسخ خواهد داد. شما در این شکل که کارت کامبان تأمین کننده رو می بینید که با دو کلمه از و به مشخص شده و در قسمت میانی هم توضیحی درباره مشخصات اون کالا بیان شده. نوع قفسه‌ای که از جانب تأمین کننده این قطعه در آن انبار شده رو می بینیم. دروازه ورودی برای فرایند پایین دست رو مشاهده می‌کنیم، زمان تحویل کالا رو می‌بینیم، نوع جعبه، نوع خودرویی که قرار استفاده بشه و ظرفیت جعبه‌ای که این کامبان قرار هم بکنه هم نیز مشاهده می‌کنیم. کامبان‌های برگشته یا درون کارخانه، خطوط مونتاژ از قطعات و یا مجموعه‌های نیم مونتاژی که در داخل کارخانه تولید می‌شوند هم استفاده می‌کنند. پس یک سری کامبان‌ها بین فرایندهای مختلف کارخانه هم باید استفاده بشه که وظیفه آنها تعیین برداشت قطعات از فرایندهای بالادست و تدارکشون برای فرایندهای پایین دست می باشد. کانبانهای برگشتی بسته به نوع نیاز و قطعه‌ای که برداشته می شن دارای شکلهای مختلفی می تونن باشن. یک کامبان برای یک قطعه و یا یک کانتینر از قطعات با یک سری از کامبانها برای زمانی که قطعات باید در یک نظم خاصی در فرآیند مونتاژ پایین دست قرار گیرن میتونه استفاده بشه. این کامبان ها ممکنه به شکل یک کامبان جعبه ای هم باشن و به همراه یک کارت برای سهولت در انتقال به فرآیند های مختلف تولید مورد استفاده قرار بگیرن. پس نوع کامبان استفاده شده الزاما میتونه یک کارت کوچک نباشه. شما در این شکل کامبان برگشتی جعبه ای رو مشاهده میکنید که یک جعبه است، شماره و نام قطعه رو مشخص کرده، کد موقعیت این قطعه یا جعبه رو مشخص میکنه برامون، سایت کنترلی رو میبینیم، مقدار موجودی در این جعبه رو مشاهده میکنیم، مشخص کرده از فرایند PCB به فرایند بیلاین قراره جابجا بشه، از فرایند قبلی به فرایند جاری و همچنین اون شماره کامبان به ما نشون میده که این جعبه کامبان دومین جعبه از سه جعبه کامبان موجود بین این دو فرایند تولیدی که قراره پر بشه و مورد استفاده قرار بگیره. کامبان های تولید. دومین نوع اصلی کامبان ها کامبان های تولید بودن. کامبان های تولید دستورات و عملیات را برای فرایندهای خاصی مشخص میکنند. دو نوع اصلی از کامبان های تولید وجود دارد. کامبان های سفارش تولید و کامبان های علامت دهنده. کامبان های سفارش تولید کامبان هایی هستند که بیشتر مردم وقتی درباره کامبان ها صحبت میکنیم به ذهنشون خطور میکنه. آنها به طور معمول در فرایندهایی که نیاز به تغییر ندارند به کار گرفته میشود. پس در واقع توضیحی درباره قطعاتی که در حین تولید در حال جابجایی هستند میباشه. یک کامبان سفارش تولید بیشتر به استاندارد سفارش تولید که در سیستم فشاری یا کششی مورد استفاده قرار میگیره شباهت داره و مشخص میکنه چه چیزی و در چه کمیتی باید تولید بشه. پس شرح مختصری از مقدار تولیدی و جنس تولید شده رو به ما میده. وقتی یک کامبان برگشتی اجازه خروج قطعات را از خط یا سلول تولید میدهد، کامبان سفارش تولید اقدام به تولید قطعاتی میکند تا محصول برداشته شده رو
به اندازه مورد نیاز در زمان مشخص جایگزین کنه. شما در این اسلاید یک کامبان سفارش تولید رو مشاهده می‌کنید که از دو مرحله فرآیند قلب پرنده جاری قرار جا به جا بشه. نام قطعه رو می‌بینیم، شکل ظاهری قطعه رو می‌بینیم و ظرفیت اون پالت و اون جعبه‌ای که این کامبان درش وجود داره. کامبان بعدی کامبان علامت یا سیگنال می‌باشه. کامبان‌های ارسالی سیگنال در کارگاه‌های سخت افزاری مثل پرسکاری، جوشکاری، فرسکاری یا کندکاری مورد استفاده قرار می‌گیرن. به طور کلی کانبان‌های علامت یا سیگنال به فرایندهایی که نیاز به تغییر دارند الساق میشه و ازشون استفاده می‌کنیم تا نشون بده چه تغییری در حین زمان بنا داریم برای اون قطعه تولیدی به وجود بیاد. معمولا شکل ظاهری این کانبان‌ها به صورت مثلثی میباشه و توجه ما رو به نقطه سفارش جلب می‌کنه که چه مقدار ازشون طبق نقطه سفارش باید تولید بشه و مورد تغییر واقع بشه. کامبان ها معمولا در پوشش های پلاستیکی قرار داده می شوند تا تمیز نگه داشته شوند و آسیب نبینند، تا بتوانیم از آنها به کرا در پالت ها، جعبه ها یا تابلوهای مختلف استفاده کنیم. شما در این شکل کامبان علامت یا کامبان سیگنال رو می بینید که به صورت مثلثی نشون داده شده. چیز خیلی مهم، یا بهتره بگیم بخش خیلی مهم در این کامبان، اون قسمت موادی که چه موادی درش وجود داره، شماره و نام قطعه است که قراره تغییر پیدا بکنه، بود موقعیتی حال حاضرش چون قراره در فرآیند بعدی این بود موقعیتی یا ماهیتش تغییر بکنه، ظرفیت پالتی که داره حملش میکنه و شماره استانداردش رو مشاهده میکنه.